سلام بر شما بینندگان گرامی برنامه ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت با من فریبا روزی همراه باشید در نیم ساعت پیش رو با مروری بر مهمترین رخدادهای هفته گذشته در این برنامه نخست گزارشی داریم درباره تلاش‌های باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در خصوص متقاعد کردن کنگره این کشور برای عدم تصویب تحریم‌های تازه علیه تهران در ادامه به محکوم شدن محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به پنج سال حبس و جریمه نقدی می پردازیم. نگاهی داریم به افتخیز های رابطه تهران و ریاض و تاکید دبیر شورای عالی امنیت ملی برای تداوم گفتگوهای دوجانبه میان طرفین. گزارشی هم داریم از آخرین گزارش مؤسسه آکسفام که نسبت به افزایش شکاف میان فقرا و ثروتمندان هشدار داده. در پایان نیز طبق روال بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه با من و شما خواهد بود با نگاهی بر تحولات این کشور در هفته گذشته با ما همراه باشید هفته گذشته جدال بر سر وضع تحریم های تازه علیه تهران میان نمایندگان کنگره آمریکا و رئیس جمهوری این کشور بالا گرفت. طرفداران تحریم ایران در سنای آمریکا گفتند طرح تنظیم کردند که میتواند آرای کافی برای رد وتوی احتمالی رئیس جمهور را به خود جلب کند. باراک اوباما نسبت به وضع تحریم‌های تازه به کنگره آمریکا هشدار داد وی در نطق سالانه در کنگره این کشور صریحا گفت در صورت وضع تحریم‌های تازه در کنگره علیه ایران در مقطع فعلی که مذاکرات با این کشور جریان دارد آن را وتو خواهد کرد طرفداران طرح تحریم مشروط ایران در سنای آمریکا از طرحی ملایمتر برای جلب آرای کافی و باطل کردن امکان وتوی رئیس جمهور خبر دادند باراک اوباما روز جمعه 26 دی مخالفت خود را با وضع تحریم‌های جدید علیه ایران اعلام کرده بود او از کنگره این کشور خواسته است از وضع تحریم های جدید علیه ایران خودداری کند در غیر این صورت او از حق وتوی خود استفاده خواهد کرد اوباما روز جمعه در دیدار با نخست وزیر بریتانیا با تاکید بر ضرورت عدم وضع تحریم های تازه علیه ایران گفت تحریم های تازه می تواند فرصت دستیابی به یک راه حل دیپلماتیک که برای مدت زیادی از دشوارترین موزلات امنیت ملی ما بوده است را با خطر روبرو کند. روز پنج شنبه 22 ژانویه دوی بهمن کمیته بانکی سنای آمریکا پیشنویس قانونی که توسط مارک کرک سناتور جمهوری خواه و رابرت منندز سناتور دموکرات ارائه شده بود را به رأی میگذارد هر دو سناتور از وضع تحریم های جدید علیه ایران حمایت می کنند. پیشنویس تحریم های جدید که مدتها انتظاران می رفت روز جمعه منتشر شد اما هنوز به طور رسمی به سنای آمریکا تقدیم نشده است. این پیشنویس در صورتی که تهران و گروه موسوم به پنج به علاوه یک در مذاکراتشان تا تاریخ دهم تیر ماه به توافقی جامع دست نیابند اعلام تحریم های گام به گام علیه ایران را در نظر گرفته است. اول ژوئیه آخرین مهلت تعیین شده برای طرف های مذاکره است تا به توافقی همه جانبه دست یابند. اساس این مذاکرات موافقت نامه ژنو است که نوامبر سال 2013 آذر 1392 میان ایران و طرفهای مذاکره کننده به دست آمد و تا کنون بدون دستیابی به نتیجه قطعی دو بار تمدید شده است. تحریم های پیشنهادی توسط مارک کرک و رابرت منندز چند روز بعد از مهلت پایانی مذاکرات اتمی با ایران آغاز خواهد شد و چندین ماه به طول خواهد انجامید. اگر ایران تا اول جویه 2015 به توافقی نهایی با گروه پنج به علاوه یک دست نیابد، تحریم هایی که به عنوان بخشی از یک توافق موقتی به حالت تعلیق درآمده بودند دوباره از سر گرفته می شوند. این تحریم ها در سه اوت علیه صنعت نفت ایران و هفت سپتامبر به شکل محدودیت های جدید برای کشورهایی که وارد کننده نفت هستند اعمال خواهند شد. در ادامه این تحریم ها در تاریخ 5 اکتبر مقامات رسمی بیشتری از ایران هدف تحریم های اقتصادی قرار می گیرند و سفر آنها به خارج از کشور با محدودیت های جدیدی روبرو خواهد شد. در دوم نوامبر نیز تحریم های جدیدی علیه سازمان های مالی خارجی که با بانک مرکزی ایران یا بانکهایی که در فهرست تحریم ها قرار دارند مبادلات مالی دارند وضع خواهد شد. اگر همچنان توافقی به دست نیامده باشد در تاریخ هفته دسامبر هدف بعدی تحریم صنعت خودروسازی ایران صنایع زیربنایی و صنعت معدن خواهد بود. در صورت رسیدن به یک توافق نهایی با ایران در مذاکرات هسته‌ای، باراک اوباما کنگره آمریکا را در این مورد که کدام بخش از تحریم‌ها حذف خواهند شد، مطلع خواهد کرد. سناتور لینزی گراهام از حزب جمهوری خواه که گفته است برای اعمال تحریم های تازه علیه ایران فشار خواهد آورد روز یکشنبه شنبه 18 ژانویه اعلام کرد اگر باراک اوباما موافقت کند که هر توافقی با ایران را برای تایید به کنگره بفرستد او به دنبال اعمال تحریم های تازه نخواهد بود باراک اوباما روز جمعه به کنگره هشدار داده بود که هر گونه تحریم تازه تلاش برای مهار برنامه هسته‌ای ایران را از مسیر صلح‌آمیز خارج می‌کند. رئیس جمهور آمریکا کنگره این کشور را به نشان دادن بردباری بیشتر و عدم تحمیل تحریم های جدید علیه ایران فرا و تهدید کرده است تصویب هر طرحی در این مورد را وتو خواهد کرد رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده ضمن مخالفت با سیاست های باراک اوباما در قبال مناقشه هسته ای ایران اعلام کرد که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده تا درباره تهدیدات تهران و اسلامگرایی افراطی در کنگره آمریکا سخنرانی کند در واکنش جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفته طبق پروتکل تشریفاتی این رهبر کشور است که باید از رهبر کشور دیگر دعوت کند و آقای اوباما از آقای نتانیاهو جان واینر رئیس مجلس نمایندگان ایالات متحده ضمن مخالفت با سیاست های بارک اوباما در قبال مناقشه هسته ایران اعلام کرد که از نخست وزیر اسرائیل دعوت کرده است تا درباره تهدیدات تهران و اسلامگرایی افراطی در کنگره آمریکا سخنرانی کند اما سخنگوی کاخ سفید میگوید که طبق پروتکل تشریفاتی این رهبر کشور است که باید از رهبر یک کشور دیگر دعوت کند و رئیس جمهوری آمریکا دعوتی از بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل نکرده است او در نشستی با نمایندگان جمهوری خواه کنگره تاکید کرد که کنگره به رغم هشدار آقای اوباما باید تحریم های جدیدی علیه ایران وضع کند این گزارش میگوید که در دعوتنامه جان باینر برای سخنرانی بنیامین نتانیاهو در کنگره آمریکا تاریخ 11 فوریه برابر با 22 بهمن در نظر گرفته شده است. گزارش اظهارات آقای باینر تنها یک روز پس از نطق سالیانه بارک اوباما در کنگره آمریکا و هشدار او به نمایندگان موافق تشدید تحریم‌های ایران منتشر می‌شود. آقای اوباما گفته است تحریم جدید ایران در شرایطی که مذاکرات در جریان است شکست دیپلماسی را تضمین می‌کند. و بنابراین آن را به تو خواهد کرد. رئیس جمهوری آمریکا همچنین روز جمعه در کنفرانس خبری مشترک با نخست وزیر بریتانیا تاکید کرد که اگر ایران به بهانه تشدید تحریم ها مذاکرات اتمی را متوقف کند و کار احیاناً به تقابل نظامی بکشد کنگره باید پیامد تصمیم خود را بپذیرد. در همین حال جان بوینر با اشاره به این اظهارات آقای اوباما گفت شما شاید در جریان باشید که رئیس جمهوری روز جمعه به ما هشدار داد که اقدامی در جهت تحریم ایران این حکومت حامی تروریسم انجام ندهیم. پیام دقیق او به ما این بود که دست نگه دارید. او از ما انتظار دارد که بیهوده وقت تلف کنیم در حالی که خودش دارد به توافق اشتباهی با ایران دست می‌یابد. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا تاکید کرد که کنگره تن به چنین امری نخواهد داد. وی سپس از بنیامین نتانیاهو به عنوان یک دوست بزرگ برای آمریکا یاد کرد و گفت که با توجه به چالش کنونی از او خواهش می کند که با حضور در کنگره درباره تهدیدات گسترده اسلامگرایی افراطی و ایران که متوجه امنیت و سبک زندگی آمریکایی هاست سخنرانی کند این اظهارات اما واکنش کاخ سفید را به دنبال داشت جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید گفت پروتکل به ما میگوید که وقتی رهبر یک کشور میخواهد به کشور دیگری سفر کند رهبر آن کشور باید با او تماس بگیرد و دعوت از نخست وزیر اسرائیل توسط رئیس مجلس نمایندگان به معنای نقض پروتکل میباشد در همین راستا جان ساپل سردبیر بی بی سی آمریکای شمالی در تحلیلی نوشت خیلی جالب است که بلا فاصله بعد از سخنرانی سالانه رئیس جمهوری از آقای نتانیاهو برای سخنرانی در کنگره دعوت کرده است تا درباره جاه هستهای های هستئی ایران صحبت کند او به ایران اعتماد ندارد و معتقد است غرب دارد مرتکب یک اشتباه تاریخی می شود که به تهران اعتماد می کند و انتظار دارد ایران درباره جاهطلبی طلبی از خودش خوشنیتی نشان بدهد وی افزود شب گذشته بارک اوباما تاکید کرد که مذاکرات با ایران بر سر رسیدن به توافق در مرحله حساسی قرار دارد توافقی که به باور اوباما رأی کنگره مبنی به اعمال تحریم های بیشتر علیه ایران آن را به خطر خواهد انداخت جان ساپل گفت این همان موضوعی است که دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا نیز هفته گذشته و در جریان ملاقات با رئیس جمهوری در واشنگتن درگیر آن شد او با چند سناتور تماس گرفت کسانی که فکر می نزدیکترین مشاوران اوباما به آنها نگاه مثبتی دارند تا بگوید که تحریم های سختتر گفتگوها را بی ثبات خواهد کرد. به گفته وی واضح است که میان کنگره و کاخ سفید بدگمانی عمیقی درباره این بخش از سیاست خارجی وجود دارد و تصمیم کنگره برای دعوت از بنیامین نتانیاهو مردی که بیشترین کچخلقی ها را با رئیس جمهوری داشته می بایست از نگاه بارک اوباما نوعی دهنکجی به حساب بیاید. محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد به 5 سال و 91 روز حبس و 3 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال محکوم شد. اتهام معاون اول محمود احمدی نژاد فساد مالی اعلام شده بود که احمدی نژاد و رحیمی این اتهام را همواره نپذیرفتند. خبرگزاری های ایران خبر دادند که محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران به 5 سال و 91 روز حبس و پرداخت 3 میلیارد و 850 میلیون تومان محکوم شده است. آقای رحیمی با رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور به 5 سال و 91 روز حبس، پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. خبرگزاری ایسنا میگوید آقای رحیمی پیش از این در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به 15 سال حبس پرداخت 2 میلیارد و 850 میلیون تومان رد مال و 1 میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده بود. در نهایت با اعتراض وکیل آقای رحیمی این پرونده به شعبه 11 دیوان عالی کشور ارجاع شد و این پرونده با تایید مجازات های رد مال و جزای نقدی ده سال از مجازات حبس معاون اول دولت محمود احمدی نژاد را کاهش داده است. در گزارش خبرگزاری های ایران اشاره ای به جزئیات اتهام های معاون اول سابق رئیس جمهوری ایران نشده است. حسن افتخاری سرپرست دادگاه های کیفری استان تهران روز 28 دی خبر داده بود که پرونده آقای رحیمی بعد از رسیدگی در دیوان عالی کشور و تایید بخش عمده از حکم دادگاه بدوی به دادگاه کیفری استان تهران ارجاع شده است. غلام حسین محسنی اجعی سخنگوی قوه قضایی ایران روز دهم ده شهریور از محکومیت آقای رحیمی به حبس و جزای نقدی خبر داده بود. آقای رحیمی پیشتر به صدور حکم خود و اعلام آن توسط سخنگوی قوه قضایی واکنش نشان داده و گفته بود من فقط محمد رضا رحیمی نیستم من معاون اول این نظام هستم بنده چهار سال سابقه خدمت در جمهوری اسلامی ایران را دارم بنابراین نباید اینقدر ساده با موضوع نگاه کرد روزنامه دولتی ایران 17 مهر با اشاره به محکومیت یکی از مدیران ارشد دولت دهم ده نوشته بود که وی جمعا به 14 سال حبس و پرداخت چهار میلیارد تومان جزای نقدی محکوم شده است. محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی اما خبر منتشر شده در مورد صدور حکم 14 سال زندان و جزای نقدی 4 میلیارد تومانی برای موکل خود را نادرست نامیده است. جلسه اول محاکمه محمد رضا رحیمی روز سوم خرداد ماه 1393 و جلسه دوم دادگاه وی روز 17 خرداد ماه در شعبه 76 دادگاه کیفری تهران برگزار شد. حکم محکومیت آقای رحیمی روز 24 شهریور از سوی همین شعبه از دادگاه کیفری استان تهران به وی ابلاغ شده بود محمد رضا نادری وکیل آقای رحیمی روز 12 مهر از طرف موکلش به حکم صادر علیه او اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد محمد رضا رحیمی معاون اول محمود احمدی نژاد از جمله متهمان اصلی اختلاس از شرکت بیمه ایران است او روز 17 شهریور در نامه به صادق آمالی لاریجانی رئیس قوه قضاییه ضمن رد اتهامات خود تاکید کرده بود که این اتهامات مربوط به برگزاری انتخابات بوده و او مبالغ کمک به نامزدهای انتخابات مجلس هشتم را به همراه مدارک به دادگاه ارائه کرده است. وکیل آقای رحیمی نیز روز سوم آبان گفته بود که او در زمان انتخابات مجلس هشتم به 170 یا 180 نفر از نمایندگان و اصولگرای مجلس پول داده است. محمد رضا رحیمی بلند ترین مقام جمهوری اسلامی است که پس از انقلاب بهمن 57 به صورت رسمی به اتهام فساد مالی محاکمه و برای او حکم زندان صادر شده است. پیش از آقای رحیمی، غلام حسین کرباسچی شهردار اسبق تهران در سال 77 به اتهام سوء استفاده مالی به سه سال زندان و ده سال انفصال از خدمات دولتی و بازگرداندن اموال محکوم شده بود. دادگاه آقای کرباسچی پس از انتخابات محمد خاتمی به سمت ریاست جمهوری در سال 76 برگزار شد. در آن زمان برخی از حامیان آقای خاتمی با اشاره به نقش آقای کرباسچی در حمایت از محمد خاتمی در انتخابات ریاست جمهوری، دستگیری و برگزاری دادگاه وی را سیاسی دانستند. هفته گذشته علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران گفت جمهوری اسلامی آمادگی لازم را برای تداوم گفتگوهای سریح و فراگیر نسبت به مجموع موضوعات مورد علاقه ایران و عربستان دارد. روابط ایران و عربستان که حاکمیت آن در دست سنی های کار است پس از انقلاب بهمن پنجاب و هفت به سردی گرایید. دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش داد که علی شمخانی در دیدار با حسین صادقی سفیر ایران در عربستان ضمن تبیین سیاست های اصولی جمهوری اسلامی ایران در تعامل با دولت عربستان گفته است تهران آماده گفتگوهای سریح با ریاض است و با اشاره به خسارت های بی سابقی مالی و انسانی ناشی از درگیری های و مذهبی در جهان اسلام خواستار جلوگیری از خونریزی در میان مسلمین و قابله ریشه‌ای صادقانه و جدی با افرادگرایی و تروریسم شد که به گفته وی امروز در نقاب داعش جلوگر شده است تاکید تهران بر گفتگوهای سریح و تعامل با عربستان در حالی است که محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اخیرا سفر خود به ریاض را به خاطر آنچه که اظهارات تند همتای عربستانی وی عنوان شد لغو کرد حسین امیر عبداللهیان معاون عربی و آفریقای وزارت خارجه ایران 27 دیما در مصاحبه با شبکه العالم گفته بود از مدت ها پیش زمین چینی برای سفر ظریف به عربستان انجام می و همتای عربستانی وی بر این دیدار تاکید داشت اما اظهارات غیر قابل قبول سود الفیصل درباره سوریه باعث شد که ما در داخل کشور تحت فشار افکار عمومی قرار بگیریم و این سفر لغو شود هفته گذشته جاوید قربان اغلی دیپلمات با سابقه ایرانی در مقاله‌ای در روزنامه شرق به شدت از جواد ظریف انتقاد کرد که چرا دعوت سود الفصل را اجابت نکرده است او همچنین خطاب روحانی نوشت به چه دلیل از مناسبت حج استفاده نکرده تا به عربستان برود و در گفتگوهای غیررسمی به برطرف کردن موانع بر سر همکاری های دو کشور بپردازد با اینکه اکثر مقامات بلندپایه جمهوری اسلامی خواهان داشتن روابط بسیار نزدیک با سودی ها هستند اما شخص رهبر تاکنون جلوی تلاش این افراد از جمله هاشمی رفسنجانی، حسن روحانی، محمد خاتمی و علی شمخانی را گرفته است. عربستان به شدت مخالف دولت بشار اسد است دولتی که یکی از متحدین اصلی جمهوری اسلامی ایران است سود الفیصل وزیر خارجه عربستان 21 مهر مهرماه گفته بود ایران ایران باید نیروهای اشغالگر خود را از سوریه بیرون بکشد. به گفته وی در بسیاری از مناقشه‌ها ایران نه به عنوان بخشی از راه حل بلکه قسمتی از مشکل است. مناسبات تهران و ریاض پیش از انقلاب پنجاب و هفت نزدیک و دوستانه بود و دو کشور همکاری های بسیاری در زمین های مختلف داشتند. محمد رضا پهلوی پادشاه فقید ایران چندین بار به عربستان سفر کرد و علاوه بر دیدار با مقامات وقت سعودی به زیارت کعبه در مکه رفت. دو کشور از بزرگترین تولیدکنندگان نفت در جهان به حساب می‌آمدند و از اعضای اولیه اوپک بودند که آن سازمان را تأسیس کرده بودند و همواره در زمینه تثبیت و نوسان قیمت و همچنین میزان تولید نفت این سازمان با یکدیگر همکاری نزدیک داشتند. روابط ایران و عربستان پس از انقلاب پنجاب و هفت به سردی گرایید اما با انتخاب محمد خاتمی با تمهیداتی که از زمان ریاست جمهوری خاشمی رفسنجانی پایریزی شده بود روابط دو کشور به سرعتی باور نکردنی بهبود یافت و حتی دو کشور برای نخستین بار پیمان همکاری های امنیتی امضا کردند و آمده شدها در سطح بلند پایترین مقامات به صورت منظمی ادامه یافت اما با آغاز دخالت ایران در بحرین و عراق و سپس سوریه در دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد روابط دو کشور دچار بحران فزاینده شد اظهارات دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در روزی بیان شد که شورشیان شیعه حوسی در یمن مواضع خود را در پایتخت این کشور تحکیم کرده و کاخ ریاست جمهوری را نیز به تصرف خود درآوردند یمن یکی از نقاط مورد اختلاف تهران و ریاض است در حالی که شورشیان حوسی مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هستند دولت عربستان از رئیس جمهوری یمن حمایت میکند کاهش قیمت نفت از دیگر نقاط افتراق میان دو کشور مهم حاشیه خلیج فارس است قیمت های جهانی نفت همکنون به کمترین میزان خود از سال 2009 رسیده و توافق نکردن اعضای سازمان کشورهای صادرکننده نفت اوپک برای کاهش سقف تولید در ماه نوامبر باعث ایجاد شوک دیگر در بازار و سرعت گرفتن کاهش قیمت نفت شد. قیمت نفت از 110 دلار در تابستان امسال به زیر 50 دلار سقوط کرده است. ایران و ونزوئلا به شدت بر کاهش تولید اوپک تاکید دارند در حالی که عربستان میگوید کاهش تولید این سازمان باعث خواهد شد که دیگر تولید کنندگان نفت جای خالی نفت اوپک در بازارهای جهانی را به سرعت پر کنند پس از بارها تلاش بی سمر در مذاکرات صلح اوکراین حالا امید تازه‌ای برای رسیدن به توافق میان طرفین درگیر به وجود آمده است. وزیر خارجه آلمان از پیشرفت‌های محسوس در این زمینه خبر داده است. با این حال آمریکا و روسیه در سازمان ملل یکدیگر را به دامن زدن به بحران اوکراین متهم می‌کنند. رهبران مسکو و کیف شبانگاه چهارشنبه اول بهمن ماه در برلین با حضور وزرای خارجه آلمان و فرانسه بر سر خروج هرچه سریعتر جنگ سنگین به توافق رسیدند بر پایه این توافق خروج سلاحهای سنگین باید از خط تعیین شده مرزی در پروتکل مینسک آغاز شود در همین حال در سازمان ملل متحد نمایندگان آمریکا و روسیه در جدالی لفظی یکدیگر را به دامن زدن به بحران اوکراین متهم کردند فرانک والتر مایر وزیر خارجه آلمان که میزبان وزرای خارجه روسیه اوکراین و فرانسه بود پس از این دیدار از پیشرفتهایی محسوس سخن گفت که در عین حال به معنای هیچ گونه گشایشی نیست شتانمایر میگوید حالا باید دید آیا میتوان این توافق را عملی کرد یا نه او گفته است اگر آنچه که امروز بر سر آن توافق کردیم واقعا محقق شود آن وقت ما یک قدم به نشست سران در آستانه نزدیک شده ایم نشست آستانه پایتخت قزاقستان نشستی است که قرار است با حضور رؤسای جمهور روسیه، اوکراین و فرانسه و صدر آلمان برگزار شود این نشست طبق قرارهای اولیه باید در اواسط ژانویه برگزار می‌شد محور این مذاکرات اجرای توافق آتش بس خواهد بود توافقی که در ماه سپتامبر در شهر مینسک بلاروس به دست آمد اما نه تنها اجرایی نشد بلکه اخیرا درگیری های میان جدایی طلبان طرفدار روسیه و نیروهای دولتی اوکراین نیز شدت یافت است توافق حاصل شده در برلین بر سر خارج کردن سلاحهای سنگین که قرار است مسیری غیر نظامی ایجاد کند توسط گروه تماس سازماندهی خواهد شد گروه تماس شامل نمایندگان دولت و شورشیان اوکراین، روسیه و سازمان امنیت و همکاری اروپا است. در همین حال سفیران آمریکا و روسیه در شورای امنیت سازمان ملل متحد با یکدیگر وارد جدال لفظی شدیدی شدند. سامانتا پاور سفیر آمریکا در سازمان ملل مسکو را متهم کرد که در اطراف خود بالش محافظی از منازعات به بنبست رسیده میسازد او طرح ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه برای برقراری صلح را طرح اشغال روسی خوانده است ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل نیز آمریکا را به بر عهده گرفتن نقشی مخرب در بحران اوکراین متهم کرده است او میگوید آتش درگیری های اخیر اوکراین بعد از دیدار با بن هاچز فرمانده نیروهای زمینی آمریکا از اروپا شعله ور شد بی میافزاید هر جا که واشنگتن توجهش به آن جلب می شود، صرف نظر از اینکه عراق باشد یا لیبی سوریه یا اوکران در آن ثباتی، بحران و خونریزی وجود خواهد داشت آمریکا و اتحادیه اروپا در اقدامی مشترک روسیه را تحریم کرده و از رهبران آن خواستند توافقهای حاصل در مینسک را رعایت کند برقراری آتش بس زمین سازی برای ارسال کمک های بشر دوستانه و تداوم آزادی اسرا از جمله موارد این توافق است. مسکو بارها با اتهام دولت مرکزی اوکراین و کشورهای غربی روبرو بوده که به شورشیان جدایی طلب در اوکراین کمک میکند آنچه روسیه همواره رد کرده است روسیه شبه جزیره کرمه اوکراین را به خاک خود الحاق کرده است که این موضوع و نیز اتهامهای مربوط به شرق اوکراین برای آن تحریم‌های را از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به همراه آورده است. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان ابراز امیدواری کرده است که مذاکرات تازه در برلین به اجرای توافق آتش‌بس کمک کند، اما در عین حال در مورد داشتن انتظار بیش از حد از آن نیز هشدار داده است. در آستانه اجلاس دووز که اول بهمن ماه برگزار شد مؤسسه اکسفام در گزارشی تصریح کرد شکاف میان ثروتمندان و تنگ دستان بیش از پیش افزایش یافته است در آمده روزانه یک میلیارد نفر زیر یک دلار و 25 سنت است در حالی که دارایی 80 ثروتمند برتر دنیا به اندازه دارایی تمامی تنگ دستان جهان است در آستانه برگزاری نشست سالیانه مجمع جهانی اقتصاد در داووس سوئیس، مؤسسه بین‌المللی آکسفام تازه‌ترین گزارش خود پیرامون فقر و ثروت را منتشر کرده است. در این گزارش آمده است که بی‌عدالتی اجتماعی رشد نگران کننده یافته است. بر اساس گزارشی که روز دوشنبه 29 دیماه منتشر شد تا سال آینده میلادی یک درصد از کل جمعیت جهان نیمی از ثروت جهانی را در اختیار خواهند داشت آمار این مؤسسه نشان میدهد که دارایی 80 ثروتمند برتر جهان در فاصله میان سالهای 2009 تا 2014 دو برابر شده است به این ترتیب دستکم کم 48 درصد ثروت جهانی متعلق به این افراد است. حدود 46 درصد از 52 درصد ثروت باقی مانده هم در دست 20 درصد از جمعیت جهان است. بر اساس این آمار 80 درصد جمعیت کره زمین حدود 5 درصد دارایی جهانی را در اختیار دارد. درآمد روزانه یک میلیارد نفر زیر یک دلار و 25 سنت است، در حالی که دارایی 80 ثروتمند برتر دنیا به اندازه دارایی تمام تنگدستان جهان است. مؤسسه آکسفام که با هدف مبارزه با فقر و بیعدالتی ایجاد شده سال گذشته میلادی در استانی نشست داووس گزارش مشابهی منتشر کرد و نسبت به افزایش شکاف میان ثروتمندان و تنگدستان هشدار داد در چهل و نشست مجمع جهانی اقتصاد که از چهارشنبه 21 ژانویه تا جمعه 23 ژانویه برگزار می شود قرار است بیش از 300 تن از سران کشورها سیاستمداران بلندپایه صاحبان سرمایه کارشناسان اقتصادی و نمایندگان سازمان های مدافع حقوق بشر شرکت کنند. وینی بیانیما رئیس مؤسسه آکسفام نیز در این نشست به عنوان نایب رئیس جلسه حضور خواهد داشت او در جمع خبرنگاران ضمن انتقاد از گسترش نابرابری در سطح جهانی تاکید کرد از نشست داووس برای هشدار مستقیم به سران کشورها استفاده خواهد کرد بر اساس گزارشی که سه سازمان وابسته به سازمان ملل در تابستان گذشته انتشار دادند، در سراسر جهان حدود 805 میلیون نفر از گرسنگی رنج میبرند. به این ترتیب از هر نه نفر یک نفر گرسنگی میکشد. طبق گزارش های متعددی که در ماه گذشته منتشر شده، فقر تنها مختص کشورهای فقیر نیست، بلکه در کشورهای پیشرفته صنعتی نیز مشهود است. آخرین گزارش سازمان همکاری و توسعه اقتصادی حاکی از آن است که در همه کشورهای توسعه یافته فاصله فقر و ثروت افزایش یافته است در این گزارش آمده است که قشر پردرآمد این کشورها در میانه دهه 1980 حدود هفت برابر قشر فقیر درآمد داشته اما در سال 2014 به نه و نیم برابر رسیده است. مثلا در کشور آلمان در سال 2013 بیش از 16 میلیون نفر یعنی حدود 20 درصد جمعیت این کشور در معرض خطر فقر بودند. در ایران آمار درست و جامعی از شمار ثروتمندان و فقیران منتشر نشده اما بر اساس آمار پراکنده و اظهار نظرهای مسئولان حکومتی و کارشناسان شکاف میان فقیر و غنی به سرعت در حال افزایش است علی ربیعی وزیر کار ایران در عواسط آزر ماه از شناسایی دوازده میلیون نفر خبر داد که در فقر شدید به سر میبرند و دچار سوء تغذیه هستند خط فقر برای خانواده های ساکن تهران تا سه میلیون تومان برآورد شده در حالی که حداقل دستمزد کسانی که مشمول قانون کار میشوند در سال 93 حدود 600 هزار تومان تعیین شده است خط فقر برای یک خانواده روستایی حدود 1 میلیون تومان است تابستان گذشته علی رزا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی گفت معیشت 90 درصد جامعه کارگری ایران زیر خط فقر قرار دارد و وضع 10 درصد بقیه نیز چندان بهتر نیست. در پایان برنامه طبق روال سری میزنیم به بهنام امینی خبرنگار ما در ترکیه که نگاهی دارد به مهمترین تحولات هفته گذشته این کشور. بار دیگه در این هفته اتحادیه اروپا از دولت ترکیه خواست تا حقوق روزنامه‌نگاران و رسانه ها رو در این کشور محترم بشماره. روزنامه‌های منتقد دولت که گویی به استقبال این هشدار اتحادیه اروپا می‌رفتن، تیتر اصلی خودشون رو با اشاره به همین موضوع انتخاب کردن. از جمله روزنامه زمان که چندی از بازداشت سردبیر مانلین نمی نمیگذره در این باره تیتر زد که پارلمان اروپا خواستار آزادی مطبوعات در ترکیه شد. البته چه قبل و چه پس از هشدار اتحادیه اروپا مقامات ترکیه همواره این موضوع رو مطرح که آزادی بیان ارتباطی با توهین به مقدسات نداره حتی آقای داودوغلو در واکنش به این انتقادات به مسئولان اروپایی گفت که بیایید و در ترکیه روزنامه رو از نزدیک ببینید با این همه به نظر میرسه در حالی که ترکیه تلاش زیادی برای پیوستن به اتحادیه اروپا میکنه اما دیدگاه مقامات کنونی این کشور گاه ارزش های دموکراتیک پذیرفته شده در اتحادیه اروپا رو به چالش میکشه یا دست کم قرائت متفاوتی از این ارزش ها ارائه میده موضوعی که شاید یکی از عمده ترین موانع تاخیر در پذیرش ترکیه در اتحادیه اروپا باید دونست اما رویداد دیگه که در این هفته یه جورایی تبدیل به صحنه تقابل های موافق و منتقد دولت شد نمایندگان پارلمان ترکیه که اغلب همسو با دولت وسهز و حزب و توسعه هستند در رایگیری روز سهشنبه مانع از ارجاع پرونده چهار وزیر کابینه سابق آقای به شورای عالی کشور شدند این چهار وزیر متهم به گرفتن رشوه در پرونده مشهور فساد مالی هستند در این باره روزنامه سبا که نزدیک به مواضع دولت است نوشت مجلس ترکیه در دام ارجاع پرونده چهار وزیر مستفی نیافتاد. همینطور روزنامه وطن نوشت که پرونده چهار وزیر متهم به فساد مالی بسته شد جدا از این موضوع این هفته پلیس ترکیه 28 نفر رو به اتهام شنود مکالمات مقامات ترکیه بازداشت کرد این افراد گفته شده همه از منصوبین جماعت کولن هستند مقامات قضایی و پلیس ترکیه گفتن این افراد حتی مکالمات اعضای شورای امنیت ملی رو هم شنود کردند اما به دو خبر در ارتباط با منطقه اشاره بکنم نخست آنکه شین زابه نخست وزیر ژاپن در تماس تلفنی با آقای اران از ترکیه خواسته در ارتباط با دو گروگان ژاپنی که توسط گروه تروریستی داعش در سوریه به اسارت گرفته شدن میانجیگری بکنه در همین ارتباط روزنامه ملیت ترکیه نوشته گروه داعش برای آزادی این دو شهروند ژاپنی 200 میلیون دلار باج خواسته و مطلب آخرین که در حاشیه اجلاس بین المجالس کشورهای اسلامی که این هفته در ترکیه برگزار شد بار دیگه مقامات اماراتی ادعای مالکیت بر جزایر سگان ایرانی رو مطرح کردند این ادعا با واکنش هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ایران همراه بود کازم جلالی عضو هیئت پارلمانی جمهوری اسلامی ضمن تاکید بر مالکیت ایران بر این جزایر گفت که در این که هدفش ایجاد و تقویت وحدت میان کشورهای اسلامی است مطرح شدن این گونه موضوعات معنا نداره بسیار سپاسگزارم که ما را تا پایان برنامه همراهی کردید. ای این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com/ ایران فردا تیوی با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم تا درودی دیگر بدرود.